پیمانی خب میگم میخواد آزمون دانشگاه منو بده. خب درسته. برای اون میخواد آماده بشه. پدرم میخواد آیلتس بده، آیلتس 5. ولی من خودم بهش توصیه کردم سر کلاسه سهن باشه، یه زنم خودش بیشتر کار بکنه. حالا زبانش در حد صفر نیست ولی خب قوی هم نیست، در حد سهن هم نیست، یه چیزی بینمونه. اوکی یعنی خب چه زر تلاش بکنه میتونه. میخواد با سهن اوکی کار بکنه تا تابستون زبانش قوی بشه، بعد یه مثلا یکی دو ماه هم آیلتسی کار بکنه و بتونه آیلتس 5 رو بگیره. اوکی بعد هم برای سهند هم برای بابا میخواستم بگم اگه میشه مثلا همونجوری که با خودم کار میکردید گرامر رو براشون یه بار صفر تا صدش رو همه چیز رو براشون جمع بکنید چند روزه، بعد دیگه به باش قول معروف دیگه مثل قبل برید سراغ حالا هر کاری که خودتون سلام میدین. این گرامر رو واسه شون، چون سهند هم مثلا بلده ولی یه سری جاشو یادش رفته، یه سری جاشو اشتباه مثلا بذار من بلده. اینا رو بگم اول بهتون، بذار این گرامر رو براتون بگم. خب ببینید کلیتش رو حساب بکنیم، سه تا زمان وجود داره، یکی پس هست. اگه میشه خودتونم میشه ریکورد بکنید، الان شما دارید ریکورد میکنید زدم صدا رکورد، ضبط. وقتی رکورد تو اسکایپ رکورد میکنی هر دو طرف میگیرنش، فرق نمیکنه. اینجوری نیست که هر کسی بخواد جداگانه رکورد کنه، توی چت باکس میاد بعدن رکوردتون، میبینیدش تو چت باکس، میتونید دانلودش کنید. اوکی خب این سه تا زمان داریم، سه تا زمان اون میشه پست و پرزنت و فیوچر. گذشته خدافظ کنید. خب پست و پرزنت و فیوچر داریم، سه تا زمان ماست، یعنی گذشته و حال آینده. ما تو انگلیسی این زمان ها رو به شکل گذشته و حال آینده نبینید، اساسا فرض رو بر این بگیرید که اینا هر کدوم فقط یه معنی رو براتون ایجاد میکنن، چون بعدن میبینید دیگه چه شکلی هستش. بعدش از این سه تا زمان هر کدومشون چهار حالت دارن، هر کدومشون یه حالت سیمپل دارن که ساده بشه، یه حالت کانتینیوس دارن که حالت به عبارتی میگن استمراری، منتها چیزی که طول میکشه در حال حاضر داره اتفاق میفته، یه حالت پرفکت داره که کامل شده حساب میشه، و حالت پرفکت کنتینیوس. این چهار حالت برای هر کدوم از اون سه حالت وجود داره، یعنی مجموعاً 12 حالت مختلف رو ما توی زمانها داریم. این 12 حالت مختلف هر کدومشون یه معنی خاص خودشو میده، برای همین من هی دارم رو معنی تاکید میکنم، به خاطر اینکه شما وقتی میخواید صحبت بکنید هر کدوم از اینا رو یه تغییر کوچولو بدید، طریقا انگار یه چیز دیگه ای دارید میگید. من اول از present simple شروع کنم. present simple چیزی که اینجا جلوش مینویسم خیلی مهم هستش. present simple یه زمانی استفاده میشه که شما دارید راجع به چیزهای همیشگی صحبت میکنید، چیزهایی که جنرال هستن، زمانی که دارید راجع به موارد روتین صحبت میکنید، زمانی که دارید چیزهای تکراری رو میگید repetitive، و زمانی که دارید راجع به فکت یا وقایع چیزهایی که حقیقتهای موجود دارید در واقع صحبت میکنید. حالا مثلا فکت تو فارسی من نمیدونم چجوری معنیش کنم تا متوجه بشه، مثلا اینکه میگید زمین گرده، یه چیز کاملا مشخص و قطعی و فکت به این میگیم دیگه. وقتی که راجع به این چهار تا چیز صحبت میکنید، شما از present simple استفاده میکنید. اینا میشه موارد استفاده ما. حالا قاعده کلیش این هستش که فعل توی این حالت ها هیچ decorationی میگن نداره، یعنی نه ing میگیره، نه تغییر شکل میده، نه چیزی، نهایتا یه اس سوم شخص میگیره که اونم تو مواردی که ما بگیم گراماتیک صحبت میکنید، و یعنی عامیانه که اصلا ممکنه اون رو هم نگن اصلا. مثلا فرضاً من دارم روتین روزانه خودم رو میگم، مثلا میگم I wake up at فرضاً 8 in the mornings. میگم wake up، نه گذشتش میکنم، نه تغییری توی فعل میدم، هیچ کاریش نمیکنم. I have my breakfast and first come in the kitchen. I have a very simple breakfast. ببینید و هر چی که اینجا می نویسم همش ساده ساده ساده.
have نمیدونم every other day I take a shower in the morning before I go to work. و همینطور ادامه پیدا میکنه دیگه. به این ترتیب پیش میره. I take a shower. I go to work. ببینید مثلا همه چیزای کاملا ساده و مشخص. چرا این شکلی استفاده میکنم؟ چون دارم راجع به یه چیز کلی صحبت میکنم. راجع به روتینم دارم صحبت میکنم. به خاطر همین جمله ها کاملا ساده هستش. نهایت دکوریشنی که ممکنه به فعل بدیم یه اس سوم شخصه. مثلا اونم برای نفرات سوم. سوم شخص کسی هستش که من و شما داریم راجبش حرف میزنیم. خودش توی صحبت ما حضور نداره. ما داریم راجبش صحبت میکنیم. مثلا میگیم که She is my sister. She lives in Karachi. یه اس سوم شخص من اینجا دارم به خاطر اینکه دارم راجع به یه نفر سومی صحبت میکنم. اینم میگم به خاطر این دارم اضافه میکنم که گراماتیک داریم صحبت میکنیم، گرامر رو میخوایم رعایت کنیم، وگرنه عامیانه که اصلا میونه رعایت هم نمیکنن، اس سوم شخص هم نمیذارن. اینم باز حالت ساده در اینجا وجود داره. She drives a big SUV. مثلا اس سوم شخص دوباره در اینجا داریم به خاطر اینکه داریم راجع به یه نفر سومی در اینجا صحبت میکنیم. چیزی که اینجا مطرح هستش اینه، یه سری فعل داریم بهشون میگن فعلای کمکی، بهش میگن auxiliary verbs. یه لیستی داره این فعلها که معمولا شما اینا رو حفظشون میکنید. مثلا خانواده do که میشه شامل do, does, did. اوکی. خانواده have که میشه have, has, had. بعد از این مثلا چیزایی مثل shall, should. مثل will, would. مثل can, could. ازم به خدمت شما may, might. و چیزایی از این قبیل. الان باز اگه باشه، باز الان تو ذهنم نیستش همشون کامل. must و need هم جزء فعلای کمکی به حساب میان. این دوتا در واقع جزء استثناءات به حساب میان. و جان بگی سوالتون متوجه نشدم. یم سی ساو. نه اون فعل کمکی نیستش، فعل اصلیه. نه آره در واقع یکی هم هستش out. نمیشه لیست فعلای کمکی. فعلای کمکی معمولا خودشون معنی ندارند. درست؟ بنویسم که تو ذهنتون بمونه. معمولا معنی ندارن. ولی وقتی که به چیزی اضافه میشن اون موقع میگم معنی پیدا میکنن. یعنی شما خودتون به شکل عادی از یه فعل کمکی اصلا استفاده نمی کنید. معمولا کنار یه فعل دیگه هستش که شما اونها رو استفاده میکنید. Do, does, did و have, has, had اینها باز جزو استثناءات هستن. اینها بگیم هم معنی دارن هم معنی ندارن. درست؟ اینها زمانی که معنی دارن فعل اصلی به حساب میان، یه فعل کمکی به حساب نمیان. میگیم که زمانی که معنی دارند فعل اصلی هستن. ببخشید من یکم خطم بده. اصلی هستند. پس اینا زمانی که معنی دارند فعل اصلی هستن، فعل کمکی به حساب نمیان. سایر فعل ها خودشون به شکل عادی معنی ندارن. وقتی به یه فعل دیگه اضافه میشن شاید یکم معنی اونها رو عوض بکنن. فعل کمکی میتونه سوالی کنه و منفی کنه جمله رو. اینجا ام و ایز آر اینا رو هم ننوشتم. ام ایز
are was where the be که بی زمانی استفاده میشه که هیچ کدوم از اینا رو شما نتونید استفاده بکنید. اینا میشن لیست فعلای کمکی ما. این که میگم معنی ندارم به چه شکلی هست؟ در بیشتر موارد معنی ندارم. ببینید مثلا به این شکل حساب کنید. مثلا میگه که I should take care of my stuff. من باید مراقب وسایل خودم باشم. Take care میشه مراقبت کردن. شد اینجا که میاد حالت در واقع یک جور باید پیشنهادی، باید خیلی شلوول رو در واقع اضافه میکنه به این جمله. حالا اگر من بخوام این جمله رو ازش سوال درست کنم، کاری که باید بکنم چی هستش؟ فعل کمکی رو ببرم اول جمله و بقیه جمله رو بیام اینجا بنویسم. Should I take care of my stuff؟ میگیم که فعل کمکی میره اول جمله. توی انگلیسی چرا فعل کمکی میره اول جمله؟ هر چیزی که توی انگلیسی مهم باشه میاد اول جمله قرار میگیره. اوکی؟ هر چیزی که توی انگلیسی مهم باشه میاد اول جمله قرار میگیره. اینجا شما میخوام سوال کنم، این فعل کمکی رو میبرم اول جمله قرار میدم. این در واقع اهمیتش اینجا بیشتر معلوم میشه. اگر بخوام اینو منفیش کنم چیکار میکنم؟ بهش یه دونه not اضافه میکنم. I should not take care of myself. یه not که بهش اضافه میشه این فعل منفی میشه. She is my sister. اگر بخوام اینو سوالش کنم چی میشه؟ بگیدم. درسته. Is she my sister? و اگه بخوام اینو منفیش کنم چی میشه؟ She is not my sister. دقیقا. Sister. باز چیزی که اینجا اتفاق افتاد این هستش، این رفتش در واقع اول جمله. همین. پس این از این جهت گفتم. ولی قسمت مهم قضیه اینجاست. اینایی که به رنگ قرمز گذاشتم زمانی که معنی دارن یه فعل اصلی هستن. Do معنیش میشه انجام دادن. Have معنیش میشه داشتن یا خوردن. هر کدوم از اینا باشه اگه معنی داشته باشه پس در این صورت یه فعل اصلی، فعل کمکی نیستش. اگر یک جمله ای رو من داشته باشم بخوام این رو سوالی کنم، یا این جمله فعل کمکی داره مثل چیزهایی که تا الان براتون نوشتم، یا فعل کمکی نداره. مثلا مثلا you study English. You study English فعل کمکی نداره. اگر من بخوام این رو سوالی کنم، کاری که باید بکنم اینه یه فعل کمکی بهش بدم. زمانی که شما فعل کمکی ندارید و نیاز دارید، تنها چیزی که استفاده میکنید do, does, did هستش. یکی از این سه تا. هیچ چیز دیگه استفاده نمیشه. مثلا Do you study English؟ به این شکل. اگه بخواید منفی کنید You do not study English. درست؟ پس زمانی که فعل کمکی لازم دارید فقط و فقط do, does یا did استفاده میکنید. هیچ فعل کمکی دیگه برای سوالی کردن یا منفی کردن استفاده نمیشه، مگه اینکه خود جمله یه فعل کمکی داشته باشه. تا اینجا شوکیه؟ راحته؟ بله. که گفتم do یا have اگر معنی داشته باشن فعل کمکی دیگه نیستن به این شکله. مثلا میگم مثل چیزی که این بالا گفتم، گفتم I have my breakfast in the kitchen، یعنی من صبحانم رو توی آشپزخونه میخورم. Have اینجا معنی خوردن میده. I have a very simple breakfast. من یه صبحونه خیلی ساده میخورم. اینجا have معنی خوردن میده. یا مثلا میگه که My friend has a construction company. چی میشه معنیش؟
کانستراکشن این چی؟ ساخت و ساز. شرکت ساخت و ساز. آره، معمولا ساخت و ساز ساختمانی رو میگن کانستراکشن. اوکی؟ حالا اینجا هز معنی داره، معنی داشتن. چون معنی داره من نمیتونم با این دیگه بیام این رو سوالی کنم، نمیتونم بگم has my friend a construction company. کاری که میکنم اینه، زمانی که فعل کمکی ندارم مثل اینکه اینجاست، مجبورم do, does یا did استفاده کنم. my friend نفر سومه، داریم راجبش صحبت میکنیم، پس از does استفاده میکنم. does my friend have a construction company. اینجا هز مجبور شدم به have تبدیلش کنم، ولی در کل با does دارم این رو سوالی میکنم، چون have اینجا معنی داره، پس فعل کمکی من نیستش. از does استفاده میکنم. does بله ایمانی چه وقت از did و چه از اینا استفاده میکنم؟ does do چه وقت استفاده میکنم؟ did زمان گذشته است، درست؟ دید زمان گذشته است. هوا هز برای زمان حال هست. زمان تو هز برای نفر سوم شماست، کسی که داریم راجبش حرف میزنیم. ببینید به شکل عامیانه هز شاید کم استفاده شه، همه هو استفاده بکنن، ولی ما میخواییم با گرامر صحیح صحبت کنیم، پس مجبور هستیم برای نفر سوم از هز استفاده کنیم. حالا نفر سوم رو وقتی که میخواییم فعل کمکی برای سوال درست کنیم، باز از does استفاده میکنید. بازم عامیانه همه do میگن، ولی شما از does استفاده میکنید به خاطر اینکه صحبت ما گراماتیک بشه. یه مثال دیگه بزنم، مثلا میگید که you have a white car. خب اینجا have معنی داشتن میده، چون معنی داشتن میده اگه من بخوام سوالیش کنم این رو، مجبورم از do, does یا did استفاده کنم. چجوری اینو سوالش کنم؟ دو میذارم اولش. درسته. Do you have a white car? شما یه ماشین سفید دارید؟ درسته. Have رو اینجا استفاده نکردم برای سوالی کردن، چون have اینجا معنی داره. یا مثلا میگید که I did all my مثلا housework. آره دیگه، homework واسه بچه هاست دیگه، میگیم housework که خانمامو خوشحالتر باشن. عرضم به خدمت شما که I did all my housework، تمام کارهای خونه رو انجام دادم. اینجا did معنی داره، چون did معنی داره پس من نمیتونم از این استفاده کنم برای سوالی کردن، مجبور هستم واسه بگیم I do all my homework بهتر است. اینجا مجبور هستم چیکار کنم؟ از do, does یا did استفاده کنم. میگم do، مثلا do you do all your housework. اینجا این دو فعل من، بذار اینو از این حالت درش بیاریم، این دو برای سوالی کردن اضافه شده، این یکی دو فعلمونه، این یکی این دو فعله، اینی که اندرلاین کردم، این دوی که قرمز کردم برای سوال کردن اومده اضافه شده. اگه بخوام اینو منفیش کنم، مثلا میگم I don't do یا I do not do my housework. این دو فعل کمکیه که اضافه کردیم اینجا، و این دو همون فعل اصلی مایی که واسه یه منفی کردنش از یه فعل کمکی استفاده شده. اولی شاید یکم گیج کننده به نظر برسه، ولی در کل چیز ساده ای هستش. فقط همینو میگم، وقتی دو یا هاف معنی داشته باشن دیگه فعل کمکی نیستن. همین. سایر فعل کمکی فقط برای اینکه معنی رو تغییر بدن اضافه میشن. ویل یا وود در واقع یک جور خواستن رو ارائه میکنه. can یا could تونستن رو، may یا might در واقع شاید و اینجور چیزها رو اضافه میکنه. درست. بفهمه سوال اگه چیزی هست. سوال نمی؟
سوالی نیست، نه سوالی فعلا نیست. اوکی. خب این از این. یه سری چیزهای دیگه هست که بهش میگیم قیدهای تکرار، بهش میگن adverbs of frequency. فرکانسی یا همون فرکانس توی فارسی، در واقع یه چیزی که تکرار میشه تکرار میشه، اینا رو میگن adverbs of frequency، قیدهای تکرار. قیدهای تکرار شامل این ها هستش: always که میشه همیشه، usually که میشه معمولا، معمولا منظورمون 90% موارد دیگه، often یا often هر دو شکلش رو میخونن، میشه اغلب اوقات که مثلا میگیم 60% 70%، sometimes که میشه بعضی وقتها یعنی 50% در نظر بگیریم، بعدش برعکس often رو داریم که میشه seldom که میشه به ندرت مثلا شاید 20% موارد، بعدش داریم hardly یا شاید barely یا شاید مثلا merely، اینا میشه مثلا برعکس usually، usually میشه 90% موارد، اینا میشه 10% 5% موارد، خیلی کم خیلی کم. و برعکس نبرم که میشه برعکس always. اوکی اینا میشن قیدهای تکرار ما، قیدهای تکرار ما. تا اینجا اینا رو کجا استفاده میکنیم؟ اینها رو بعد از فعل کمکی، درست قبل از فعل اصلی. جاش بد شدش. خب اینجا بگم اینا رو بعد از فعل کمکی قبل از فعل اصلی استفاده میکنیم. یه مثال بزنم که بهتر متوجه بشید. مثلا میگید که I never sleep until late. sleep فعل اصلی هستش، بنابراین never قبلش میاد، قبل از فعل اصلی. I never sleep until late یعنی چی؟ من هرگز نمیخوابم، نخوابیدم. نه نه، تا دیر وقت نمیخوابم، until late. من هیچ وقت تا دیر وقت نمیخوابم، مثلا تا ساعت 12 1 ظهر مثلا نمیخوابم، صبح زود مثلا پا میشم، منظورش این هستش. I always walk to work. Always قبل از walk اومده، چون فعل اصلی ما هستش walk. معنی چی میشه؟ من همیشه پیاده روی میکنم رو به کارم، برای رفتن سر کار. تو سر کار. آره work منظور سر کاره دیگه. I go to work یعنی من دارم میام سر کارم. بله بله بفهمید. اگه احیانا مثلا walk مثلا زمان آینده یا زمان دیگه ای باشه، این always اینا تغییر نمی کنن؟ نه نه، همیشه جاشون اینجاست، قبل از فعل اصلی بعد از فعل کمکی، همیشه جاشون اینجاست. نه 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 نه، آینده و اینا تغییر نمی کنه، آینده تغییر نمی کنه. نه میرسیم به اونجا کامل میگم. یا الان بیشترین بحثمون تو این قسمته، امشب من میخوام فقط همین تیکر تمام بکنم، چون خیلی دیگه دیگه بحث شروع کردم و دیرم تمام شد. ولی جلسه بعدمون حتما یه مقداری کاملتر میشنم اینا رو کامل توضیح میدم براتون. ولی این قسمت رو داشته باشید. I'm always on time چی میشه معنیش؟ من همیشه on time هستم، به وقت. آره یعنی هیچ وقت دیر نمی کنم. آن تایم یعنی سر وقت. اگه بگید این تایم میشه حساب ممکنه قبل از زمان موعدم برسم، یعنی که وقتم کاملا رسیدم دیگه. آن تایم برای دیگه دقیقا سر وقت هستش. یا
I am never late to an appointment. این چی میشه؟ ام دوباره فعلا من برای کارم اپوینتمنت قراره کاری معمولا هستش. یعنی من هیچ وقت آره دیر نمیرسم هیچ وقت سر قرارم. پس اینا میشه قید های تکرار. جاشون اینجاست، قبل از فعل اصلی، بعد از فعل کمکی. ولی یه قانونی رو بالا گفتم براتون تو انگلیسی، هر چیزی که مهمه میره اول جمله، هر چیزی که مهمه میره اول جمله، رو هر چیزی که تاکید دارید. و وقتی که میره اول جمله ممکنه ساختار جمله رو بریزه به هم. اینی که الان بهتون میگم رو الان اصلا حفظ نکنیم، نیازی هم نیستش، فقط به عنوان یه مثال دارم میگم. خب اگر مثلا من این never رو ببرم اول جمله، مخصوصا این منفی های شکلی هستن، جای فعل و فاعل کلا میریزه به هم دیگه. یه مثال بزنم، میگم این مثال اصلا لزومی نداره حفظ کنیم، فقط دارم کلیت بهتون میگم. مثلا میگم I will never tell you lies. من هیچ وقت به تو دروغ نخواهم گفت. اگر بخوام بگم هیچ وقت من به تو دروغ نمیگم، یعنی که دیگه این هیچ وقت تر خیلی محکمش میخوام بکنم، این never رو میبرم اول جمله. قانون انگلیسی، هر چیزی که مهمه میره اول جمله. اون وقت جمله باید بشه never I will tell you lies، ولی جای فعل و فاعل میرزه به هم دیگه، never will I tell you lies. این شکلی میشه جمله ما. ولی میگم این اصلا در نظر نگیر، نگاه فرض کن وجود نداره این جمله، فقط میخواستم نشون بدم که چه شکلی یه چیزی ممکنه باعث تغییر کلیت جمله بشه. این از این، کلا پاکش کنیم. یه سری چیزی دیگه هستن بهشون میگن عبارات تکرار، expressions of frequency. expressions of frequency، عبارات تکرار، معمولا آخر جمله قرار میگیرن. مثلا شما میخواید بگید هر روز، هر روز چه میگید؟ Every day. هر هفته Every week. هر دو هفته Every 2 weeks. درسته؟ هر یه روز در میون Every other day. میشه هر یه روز در میون. اینی از این. میخواید بگید مثلا دو بار در ماه، یک بار رو میگید one time یا once، دو بار رو میگید two times یا twice، سه بار به بالا دیگه همش تایمزه، three times، four times، ten times، یا همینجوری میره عقب، مثلا twenty times، همینجوری ادامه پیدا میکنه. خب اگر بخواید بگید هفته یک بار، میگید one time a week یا once a week. Once a week. یا مثلا میخواید بگید دو بار در هفته، two times یا twice a week. خب بگیم a month مثلا، دو بار در ماه. یا مثلا میخواید بگید کلن ده بار، ten times. این شکلی. اینها میشه عبارات تکرار و اینا میرن آخر جمله قرار میگیرن. مثلا میگید که I go to gym three times a week، میره آخر جمله قرار میگیره. I see my family once a week. یعنی چی؟ میبینم فامیلم رو تو هفته یه هفته در یک بار. آره یه هفته در هفته یک بار میبینم شد. و یه فامیلی معمولا خانواده خود آدم منظورش میشه، بیشتر
مثلا زن و بچه خود آدم یا خواهر برادر خود آدم. وقتی آدم دیگه زن و بچه داره، خواهر برادرش هم مثلا به شکل فامیلی صدا میکنه. وقتی مثلا شما میگی آی سی مای فامیلی وانس ا ویک، منظورتون اینه که من فرضاً خانواده خودم رو دارم، ولی مثلا خواهر برادرم و اینا رو هم مثلا هفته یه بار میبینم. یه همچی حالتی معنی میشه دیگه. اینا میرن آخر جمله قرار میگیرن، آی سی مای فامیلی وانس ا ویک. باز اگر مهم باشه این میتونه اول جمله بره قرار بگیره، ولی قاعده کلیش میشه به این شکل. پس این میشه زمان حال ساده ما. یه چیز آخری هم بعد براتون در اینجا بگم. زمانی که من این بالا اومدم سوالی رو درست کردم، گفتم فعل کمکی میره اول جمله. اگر فعل کمکی نداشته باشیم do, does یا did استفاده میکنیم اول جمله برای اینکه سوال درست کنیم. درست؟ یه سری کلمات هستن که اول سوال اضافه میشن و معنی سوال رو عوض میکنن. خودشون سوال درست نمیکنن. درست؟ خودشون سوال درست نمیکنن، بلکه اول یک سوال اضافه میشن. یعنی شما باید اول سوالتون رو درست کنید، بعد اینا رو اضافه بکنید. همشون هم با W H شروع میشن جز یه دونه how. What, where, which, who, whose. عزیزم به خدمت شما که when و why. فکر کنم اینا باید باشه. اگه چیز دیگه ای هم باشه احتمالاً فکر کنم لیستمون تقریبا کامله. اینها اول سوال اضافه میشه. اینا خودشون سوال اضافه نمی کنن به ایش عنوان. خودشون اگر اول سوال اضافه بشن معنی سوال رو عوض میکنن. اگر وسط یه جمله معمولی اضافه بشن معنی همشو میشه که. فقط همین. مثلا البته ترکیبات مختلف اینا رو در نظر بگیرید. How هست، How many هست، How much هست، What هست، What time، What color، What فلان فلان. هر چیزی رو میتونید به اینا اضافه کنید. هر اسمی رو میتونید به اینا اضافه بکنید. مثلا شما میگید که I have a white car. بعد من میخوام بگم که شما چه رنگ ماشینی رو دارید. بنابراین white رو باید یه جورایی حذفش کنم که ازش سوال در بیارم. برمیگردم میگم What color is your car؟ درست؟ Is your car خودش یه دونه جمله سوالیه. جمله اصلی اون بوده Your car is. مثلا این شکلش کنیم برای اینکه بهتر مشخصه. Your car is white. جمله ما این بوده Your car is. و Your car is رو من سوالش کردم. چه شکلی؟ Is رو بردم اول جمله، شده Is your car. و بعد واسه این که معنیش رو عوض بکنم یه دونه what هم آوردم اولش، یه what color هم آوردم اولش. پس اینها اول یک سوال اضافه میشن، خودشون سوال درست نمی کنن. I go to work every morning at 7. من هر صبح ساعت 7 میرم سر کار. اگر من بخوام اینو سوالیش کنم باید در واقع این رو بیام عوضش کنم. جمله‌مون هست I go. فعل کمکی ندارم، بنابراین یه دونه do اولش میذارم. این میشه do you go یا do I go، فرق میکنه هر کدوم. و الی آخر اگه من بخوام بگم چه ساعتی میره سر کار، این at 7 رو حذفش میکنم، اولش برمیگردم میگم what time. پس سوالمون از قبل اینجا موجود بود، فقط what time رو این اولش اضافه کردم یا what color رو اضافه کردم، فقط برای اینکه معنی این سوال عوض بشه. یه چیز ساده رو من فراموش کردم همون اول بهتون بگم، بذارید همینجا براتون این رو بگم. جمله توی زبان انگلیسی ساختارش به این شکل است. بریم همون اول بنویسیم اینو که دقیق داشته باشیم. یه جمله توی انگلیسی
به این شکل میشه. فاعل که میشه سابجکت ما به اضافه احیانا فعل کمکی auxiliary work verb به اضافه فعل ما به اضافه احیانا مفعول به اضافه سایر اجزای جمله. پس دو تا قسمت توی جمله همیشه وجود داره، فاعل و فعل جزء ارکان اصلی جمله هستن همیشه، فعل کمکی ممکنه باشه، مفعول ممکنه باشه. مفعول اگه باشه دقیقاً پشت سر فعل میاد، دقیقاً پشت سر فعل، نه با فاصله زیاد ازش. حالا این پایین جمله اصلی من فقط هست your car is. سایر قسمت ها اجزایی هستن که اضافه شدن. white اینجا صفته، یا اینجا I go، فعل ما go هست، فعل من I هست، جمله من همینه. سایر موارد به این جمله فقط اضافه شدن تا معنی اضافه کنن به جمله، وگرنه اصل جمله من همینه، فاعل به اضافه فعل. متوجه شدید اینا رو؟ چیزی هستش که گنگ باشه؟ بکنم یکم پیچیدش کردم همیشه زور. نه، باید ما مرور هم بکنیم. تقریبا آخو بلدیم، ولی خب اینا رو بلدیم، آره. ذهنیتی داشت. میخوام شدیم که چی فرمودیم، ولی خب باید ذهنمون باشه. همین، این سخت‌ترین قسمت قضیه است. یعنی تمام چیزایی که الان بهتون گفتم در واقع سخت‌ترین قسمت‌هاش بود. وقتی اینها رو متوجه بشید، که البته بیشترش به قول خودتون میدونید شما، فقط من دارم به یه زبان دیگه میگم، به خاطر اینم دارم اینقدر جزئیات پیش اضافه میکنم که بعدا متوجه بشید چقدر چیزای دیگه وجود داره که راحت میفهمید از رو همینها، ساده میشه همه چیز براتون. اینها رو فیلمش رو دوباره ببینید، ریکورد شده دیگه، ریکورد شده و توی همون چیز میتونید ببینیدش. وقتی که فیلمش رو ببینید دقیقا دوباره نگاه بکنید متوجه میشید همه اینا رو، و اگه سوالی چیزی هست حتما حتما بپرسید. بعدش زمانهای دیگه براتون کاملا قابل درک میشه. بازم میگم توی زمانها مهمترین چیز این جمله است. من اینو بولدش میکنم، درشترش هم میکنم که شما دقیقا ببینید که اینجا مهمترین چیزی هستش که مد نظر من هست این قسمت. و آندرلاینش هم بکنیم. اگر متوجه بشید این زمان کجا استفاده میشه، تقریبا همه کار راحت هستش. امروز همینجا تمامش بکنه، من سیبش کنم براتون بفرستم این رو هم. سهند یک، بعد اینو با واتساپ براتون بفرستم، خوبه؟ توی اسکایپ مقدار بد میاد. اینو تو واتساپ براتون بفرستم. این فایل هم نگاه بکنیدش وقتی که دارید فیلم رو گوش میکنید، اینطوری دقیق دقیق همه چیز براتون آشکار میشه و راحت معلوم میشه. جلسه بعد زمانها رو باز همینجوری ادامه میدم، چیزای دیگر رو براتون میگم. هر چیزی با سوال بود حتما از من بپرسید. اوکی؟ پس این جلسه رو همینجا تموم بکنم تا نمیدونم الان فردا اگه بخواید در خدمتتون هستم. من خواستید پنج شنبه ساعت 7 غروب سعی میکنم در خدمتتون باشم. باهاتون هماهنگ میکنیم آیه ایمانی عزیز. باهات هماهنگ میکنیم که شما بند نکنیم، ما قبلش باهات هماهنگ میکنیم. روز شام ساعت بسیار خب، شب خوبی داشته باشید و تا روز بعد. خوش باشید. خدا خواهش. خدا حافظ.